شروع به عباس شروع به نام ها این هفته چند دو دقیقه چند شب رفتیم جیم ما خوب بوده ای خوش به حالت آره خیلی هم نه اون روز ایمیل زدم گفتن نفر 120 دی. او تو باید ساین اپ کنی واسه جیم چه جوریه ببین جیم ساختمونی که بستن اصلا معلوم که باز میشه بعد بیرونم یه جا چیز کردم گفت توی صف باید باشید و یک تا سه هفته طول میکشه الان سه هفته شده اون روز میمونه چه خبرتونه 120 نفر هستن و آخه صف چه جوری پیش می من نمیدونم آه. نمیدونم منظورشون چیه چون کسی که میره تو جیم اینجوری کارش انجام بده بره که میمونه دیگه تا یه سال قرار اونجا عضو باشه بعد آه. ولی عجیب نیست که جیم ما بازه حتی استخر هم بازه هیچ جا دیگه باز, نیست. باز, نیست. ها باز. نه خب برای بر هر جای دیگه نیست نمیدونم واقعا میگم توی کانفلیکت مرتب باید تمیز, شد. اصلا تمیز شه تمیز میشه می می تمیز میشه خودمونم اجبارا یعنی میگن که جون بچه‌تون تمیز کنید و اینا آره دارن همه دا زیاد گذاشتن که بتونین کارو بکنی ساز کارش فراهم فقط اون فرهنگشی که آدم باید رایت بکنن و باید میکنن من, چیزی که دیدم, من بیشتر این این از ده, نفر نیست ده نفر, نیست. ده نفر, شما... نفر توی جین جیم جیم بزرگیه و مثلا هنهون اینا میکنن این... خیلی جیم بزرگیه باشه <تصفح> هنهون اینا میکنن <تصفح> <تصفح> <جنب بزرگی؟ تصفح> نه مظهر با ماسکی چجوری داستم نه با ماسکی نمیشه دوید خب باید واقعا رفت جیم تو این داستان ببین آخه نری چی کار کنی ببین من خب دارم به این فکر میکنم آپشنه دیگه باشه ببین آپشنه دیگه مثلا هوم ورک ایناست که من نمیتونم اصلا دارم دیوونه میشم دیگه نه جیم میتونی بریم آ... یه مدت من میرفتم ولی بعدش دیدم واقعا خطرناکه همه چیزی که تو میگی دیدم مثلا بعضیا میان دو سه بار چند نفر گرفتن که مثلا رزیدنت نبودن با فاکو فامیلشون اومده بودن رزیدنت ها باشه چه فرقی داره آره. رزیدنت ها میتونه بگیره دیگه. دیگه. آره حالا میخوام بابل رو کوچیکترش بکنن دیگه میدونی آخر روز خیلی روز عادی میری جیم وقتی که این داستان نبود احتمال رو که مریض بشی دیگه حالا دیگه الان که آره چطور؟ خوب جیم. جیم جیم آره مثلا اگه اگه یه زخم کوچیک داشته باشی بری جیم یه دمبل آلوده برداری خب این مفرونت میکنه خیلی داستان هست این داستان آره <applause> ولی حالا ما فشار نه کار اون تو که تو خونه خوب میزدی پیشرفت <íb k> <applause> <applause> نمی‌کنی <applause> 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 نه میدونم حرف تو یعنی الان واقعا الان وقت پیشرفت نیست نیاز همونجا بمون یه اپلیکیشن هم یاد دادم واقعا های هفت بت خیلی خوبه 7 دیدم بگید 7 منت workout با پلی میکنی عاشق ورزش تهران و الی میکنی 5 ثانیه بین هر ورزشی بت رست میده خوبه اگه خونه میخواین ورزش کنین خوبه خلاصه که چیزی نداریم الان هفته دیگه تو میخوای واقعا اپیزود بری آره میتونیم صحبت کنیم نه چون تو خیلی اکسایتد بودی که بری یعنی <تصفح> داشتی نه نه اوکیه میتونیم اپیزود یعنی فقط میخوام اعلام بشه که درست بدونن همه چه خبره مم. چون میدونی همه مت اپیزود تو اند موجی 600 موجود... بار گذاشته اون تو <تصفح> میمه که از این برام از اون داره فید میکنه ان بریم سر اپیزودمون دو میزنیم سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی ای از میزبانهای های برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرناز و فرزادم مامان سلام سلام جونم براتون که همین اولش بگم که خودکست رو میتونید توی تمام پادگیرها مثل پادکست، اپل پادکست گوگل پادکست پادبین پادبین کست <laughs> باکس سپاریفای و تمام پادگیرهای معروف دیگه بشنوید ولی اگر که میخوایم صورت تصویری ما رو ببینید ما توی یوتیوب یه چنل داریم برام خودکست که میتونیم بیاین اونجا تمام اپیزودها رو به صورت تصویری تماشا بکنید جونم براتون میگه که اپیزود 254 بله اپیزود کارونه 254 چرا من همیشه عدد دارم اشتباه میزنم چرا این کارو اپیزود دوم همیشه زوج دیگه یک دو سه چهار خب اصلا قبلی میشد او من این هفته فکر کنم اپیزود اولم آره, شما اپیزود دومی اپیزود اول این هفته رو فرزاد رفت اپیزود دوم خودش بوده توی بله داره هم میگیره یه چشم بسته شده آنا ناس <تصفح> 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 بعد چه خبر؟ همه چیز اوکی یه چیز نشتیم بگیم قبل اینکه کارون شروع بکنه اپیزودشو ایدالی چرا من یه داشتم بگو بایدام نمیخواستید بگی شما شما نه همین واسه شما چیز تا تیربون رو بدم دست تو ریشه قیچی دست تو ما رو ببر با جایی که میخواید چی بگی؟ برای ما ایمیل اومد هفته قبل که آفیس ونکوور شرکت تو دیگه باز نمی کنن. خب اعیو. منظور از دیگه چیه؟ نوشتن is not reopening indefinitely؟ همین دیگه خیلی چیزای متن حقوقی طور خیلی ویگ می نویسن خیلی گونگ می بعد گفتن که بیایید وسایلتون رو ببرید هر چی که میخواید بیاد و صندلی برای خودتون ببرید هر مانیتور وسایل خودتون نه نه, نه, نه که ببر هست. بعد میتونی مانیتور ببری صندلی ببری هر چی, چی که تو حافظه کاغذ و این خوراک اون دیوایدر رو میخوای چرا اونا رو نمیدونه هیچ عمره شده بابا بی هماهنگی این کارو کرد آره دیگه تلفن کنفرانس ها خیلی یا گیر بعد یه میگه میگی اونا رو دیگه نیاوردم یعنی میتونستی بیاری و نیاوردی نه هرچی که لازم داشتی میتونستی بگی مثلا من سوالشو بپرسم هنوز میتونیم بریم این کارو بکنی <تصفح> دوباره تا یه تاریخ دوباره میشه رفت خود میدونی چقدر الان سیم نداریم اکزیلری نداریم نداریم که سیم مانیتور ما چیزی که بخوایم اونجا پیدا میکنیم خب و هیچی من رفتم حالا وسایل جمع کردم آوردم بعد دیدید یه سری از این کیبوردها چیزشون اون جایی که اعداد وارد میکنی جدا از خود کیبورد من قدیم ها. که رفته بودم خود کیبورد آورده بودم اون اعداد رو نیورده بودم چون ما هفت ماه پیش فکر میکردیم <تصفح> که ما یه دو ماه سه دیگه. ماه دیگه دوباره برمیگردیم خوش میمونی این سری رفتم اون اعداد آوردم خب او این که... ماشین حسابی چی هره. نامپد میگفتن چی؟ آره نامپد اونو من آورده بودم گذاشتم تو کیفم با یه سری وسایل دیگه رسیده بودم خونه مثلا وسط روز بود توی تایم خاصی میشد رفت بعد لپتاپم اونور روشن این اپلیکیشن اسلک هم باز بود اینه که با مثلا آدم های همکار و اینا صحبت میکنی بلوب, بلوب میکنه آره بعد من داشتم وسایل رو از توی کیف در می آوردم مثلا زد دوفونی میکردم میذاشتم اونور همینجوری اینا یهو چشم به اسلک خورد میبینم که یه عالمه عدد نقطه ضرب تقسیم فرستاده برای یکی و برای کی, برا کی میفرسته اون لحظه برای رئیس <applause> نمیره اونو برای همکار نزدیکت بفرسته فرت برای منیجرم فرسته ده دقیقه پیش بعد یه اوم... زبان جدیده این. اومدم میگم که مثلا ببخشید اینجوری شد من این از آوردم تو کیف و گفت حالا کار نداره من خودم هم حد زدم بعد به همکارم هم میگم بابا مثلا اینو چرا برا تو نمیفرسته حتما اتوماتیک اون لحظه اون سلکت میشه اینو داره بر... بعد بهش میگم که شانس آوردم که فقط نام نامپد بود اگه کیبورد بود تمام اف رو اونجا برای من مینوش میفرسته اتو پاپیلیت میگه ببین من حالا میگم برای اینکه قشنگ جمعش کنی روز یه بار براش بفرست یه سری ضرب و تقسیم و دقیقا به زنها تو در دو برزفی سه دخل این برای شفرست آخرش هم بزن درفور جواب بزن خیلی با این انجام هم خیلی آدم چیزه اصلا آمریکا یعنی تو ونکوبر هم نیست بعد پیگیر پادکست ما هم هست نه که گوش بده نمیفهمه که ولی میپرسه مثلا پادکست چجوری پیش میره گفت پادکست چجوری پیش میره اینا راجبه چی حرف زدی اخیرا گفتم که راجبه معنای زندگی و خندید گفت یه زار سندت کم نیست که راجبه همچین چیزی صحبت کنی خیلی گفت گفتم که چرا مثلا مگه سندت الان زمانشه شدی که گفت که ازدواج کنه که بچه هم فکر کنم نداری درست دارم گفتم آره خب زوده دیگه گفتم خب نه اون موقع اگه بخوام به این چیز فکر کنم که خیلی دیره بعد زرد زیر خنده گفتش که آره فکر کنم داری درست میگی اینا بعد براش فرستادم لینکش و اونم قرار شد یه سری چیز میزیگی برای من بفرسته بگو ولی میخوام باباشم بهش بگم بگو زن ندارم این چیه؟ همینطوری یه چوکیه بینه من رو برات نه خب میگه زن نداری بچه که داری اول بچه هست بعدا زن بچه نداری آها فکر آقا گفته زن بچه هم که نداری آره. تقدم تخبرش خیلی مهمه خلاصه اگه یه جایی یه صفحه چتی باز باشه اتوماتیک میفرسته برای منیجر حالا شانس مثلا رده بالاتر دیگه نفرستاده باشه یه آدم یاد سوتی تکنولوژی فرهاد افتادم آره آره خب بگی امروز قسمت سه معنای زندگی آره خلاص ما فهمیدیم زوده مثل که راجع به این چیزا صحبت کردن آره توی دو تا قسمت قبلی معنای زندگی یک کجا ما اومدیم به دیدگاه ماور و طبیعه گره ها پرداختیم و به صورت مشخص راجع به دیدگاه های خدا محور یعنی گاد سنترد و روح محور سول سنترد صحبت کردیم و مدل صحبت هم اینجوری بود که کلا ما که متفکرین اینجوری چیز میکنن بحث میکنن با هم یکی یه ایده ای رو مطرح میکنه بعد بقیه در مقابلش میان اون ایده رو مثلا نقد میکنن بعد دوباره نفر اول میتونه یه سری مطالب جدید اضافه کنه در راستای اینکه دفاع کرده باشه از ایده ای که داشته دیبیت در واقع منازل. آره بحثه مناظر است آره بعد حالا مثال میزنم توی اپیزود اولش خدا محور چیا گفتیم گفتیم که گفته میشه آدمای خوب توی این دنیا جایگاه خوبی ندارن آدمای بد جایگاه خوبی دارن پس باید یه خدایی باشه که بتونه این عدالت رو برقرار کنه در مقابلش این ایده مطرح شد که یه حالا سیستم کارما محوری که پاداش و جزا رو به تناسب کاری که شما انجام دادید اگه درست پخش کنه عدالت برقرار میشه پس لزوما به وجود حالا خدا نیازی نیست یا گفتن باید اون خدایی که به زندگی شما معنا میده از همه نظر از شما برتر باشه تمام صفاتی که داره رو ما نمیتونیم داشته باشیم که اگه داشته باشیم میتونیم معنا رو از زندگی خودمون بگیریم بعد سوال پیش میاد که آیا این موجودی که همه چیزش ما ما فرق داره از همه نظر از ما برتره و از صفات دیگه ای داره ما توانایی این رو داریم که بهش برسیم یا نه توانایی این رو داریم که تلاش کنیم شبیه این موجود باشیم یا نه این نقطه مقابلش بود از اون ور دیدگاه روح محور گفتن که زندگی معنا داره که شما یک کاری رو انجام بدید که تاثیرش تا ابد توی دنیا بمونه که دوباره روی این قضیه بحث شد و میگفت برای اینکه تاثیرش بمونه شما باید یه روحی داشته باشید که این تا ابد توی دنیا باشه مستقل از جسمتون باشه که دوباره روی این بحث شد نه لزوما این نیازی حتی اگه فرض کنیم که نیاز شما یه کاری رو انجام بدید که تاثیرش تا ابد تو دنیا بمونه صرف اینکه اون کار توی ذهن یه موجودی که تا ابد توی اون دنیا هست باشه کفایت میکنه با فرض اینکه خدا باشه تو میتونی یه جسم خالی داشته باشی دیگه نیازی به روح نیست صرف اینکه اون تو رو به یاد داشته باشه اون کفایت میکنه یه مورد دیگه مطرح میکنن روح فرا که میگفت انسان های با فضیلت نیاز دارن که به صورت نام و تناهی همجور تا عبد زندگیشون شکوفاتر بشه فضیلت های جدید به زندگیشون اضافه بشه و این توی این دنیا امکان فضیل نیست پس باید یه روحی باشه که این کار رو انجام میده که در مقابلش محتر شد که اگه مثلا مرگ وجود نداشته باشه همیشه زندگی باشه خیلی از این فضیلت هایی که توی ذهن ما اصلا بی میشه مثلا شجاعت شجاعت دیگه معنی نداره رنگ میبازه دیگه وقتی تو میدونی که نمیمیری خب فرقی نداره بعد در مقابلش دوباره مطرح شد که نه اون فضیلت ممکنه بی باشه ولی یه سری حالا کیفیت های دیگه معنا پیدا میکنه خلاص اینجوری بود هی یه گروه یه حرفی رو میزدن در مقابلش یه حرف دیگه مطرح میشد ولی صحبت های دو جلسه پیش همه در حول محور عالم معنا بود یه عالم معنویت بود که حالا خدا و روح بود و حالا کسی اون وسط قانع نشد این از کجا میدونی شاید سری قانی شده بر اساس دیبیت ها دیگه آها. کسی منظورم این مورد آها. بحثه بایمون. که روبروی هم اومد نظر قطعی تش کسی نگرفته دیگه همچنان صحبت انجام میشه فکر با... نکنم تو اینجور چیزا مثلا کسی قانه یعنی همیشه یه دیبیتی وجود داره اگه که بری واقعا ببینی یه چیزی هست که نمیتونیم دیگه تا عبد همین بحثا ادامه بیدام میشه اینشالله سر همه میاد و با... حالا از این قسمت بعد ما راجع به ها احتمالاً دو تا قسمت قرار صحبت کنیم قسمت اولش امروزه ویکیپدیا طبیعت‌گرایی ها چی میگه میشه ناتورالیسم میگه یه باور فلسفیه که تنها قوانین و نیروهای طبیعت نه قوانین و نیروهای فراطبیعی در جهان فعالند و چیزی فراتر از جهان طبیعی نیست یعنی میگه ما هر چیزی که داریم میبینیم و میتونیم مطالعهش کنیم همه چیز همینه هیچ جهانی فرای این وجود نداره همه چیز همین طبیعت فرا طبیعتی وجود نداره روح و حالا خدایی وجود نداره این میشه دیدگاه طبیعت گرایی و میگه که معنا در زندگی امکان پذیره حتی بدون وجود داشتن عالم معنوی که اون دو تا گروه قبل راجع به صحبت میکردن بعد خیلی باحال بحثشون روی دو تا مطلب یه سری باور دارن از این ها که وجود هر انسان به خودی خود منحصر به فرده و به خودی خود میتونه معنا داشته باشه یعنی معنای زندگی تو ایمان و معنای زندگی فرهاد فرق داره و هر کدومتون به با توجه حالا به کیفیت های زندگی خودتون میتونید معنای مستقله به خود داشته باشید <applause> خب این یه ذهنیت یه ذهنیت دیگه میگن که نه معنای جهان شمول ممکنه وجود داشته باشه یعنی یه کیفیتی توی اون دنیا باشه که اون کیفیت هم به زندگی ایمان معنا میده هم به زندگی فرهاد. یه مستقل به فرد نیست. درست. برای همه قابل استفاده است و برای همه معنا داره. این میشه دو تا دیدگاه. دیدگاه اول بهش میگن که سابجکتیویسم یا فارسیشو من نگاه کردم توی ویکیپیدیا نوشته ذهنیت ذهنیت‌گرایی. که این همونه. میگه که هیچ ارزش جهان شمولی وجود نداره. میگه چرا که معنا وابسته به هر فرده وابسته به تمایلات خواسته ها و انتخاب های فرده خب میگه چیزی برای فرد معنا داره که بهش باور داشته باشه و دنبالش بره یعنی به زندگی تو چی معنا میده تو یه چیزی رو واقعا بخوای و بری دنبالش رو بهش برسی این میشه زندگی معنادار برای تو این دیدگاه سابجکتیویزمه که ذهنیت گرایی یه دونه دیگه داریم ابجکتیویزم که میشه عینیت گرایی حالا سخت میشه فارس میشه عینیت گرایی میگه یه سری کیفیت ها برای معنای زندگی وجود داره که مستقل از فرده یه کیفیتی که مستقل از اینکه کسی بهش باور داشته باشه کسی دنبالش بره یا نره اون معنا داره آه. توی حالا علوم هم دیدی مثلا میگن یه مفهومی سابجکتیوه یک آبجکتیوه سابجکتیو وقتیه که نظر شخص مهمه ابجکتیو یعنی اینکه مستقل از نظر شخص اون مفهوم درسته مثل جی پی یو مثلا <تصفيق> <تصفيق> <مسل> مثل GPU جی پی یو دیگه مثلا ابجکتیو اینه که سی, س... سی هشتاد از نظر همه قوی تره ولی بعضیا با انتو... ابجکتیو اون که تو میبینی مثلا 280 شدم میبینی نه اینم مثلا قدرتشو داره من میتونم با این, این کارشو انجام نه هم بدم نخریدم دیگه نخریدم مثل جی پی یو آره تجیبی. پس این ها اینجوری به قضیه نگاه میکنن یه سریشون باور دارن که زندگی هر فرد به نوبه خودش می‌تونه معنا دار باشه کیفیت های زندگی اون به زندگیش معنا میده یکی دیگه هستش که نه یه سری کیفیت تو جهان شمول وجود داره که هر کسی تو زندگی خودش میتونه ازش استفاده کنه و معنا بگیره حالا ما امروز راجع به صحبت میکنیم یعنی فارسی سختش هم زهنیت زهنیت که که معنا از فرد به فرد متفاوته زندگی معنا داره که فرد چیزی که واقعا میخواد رو به دست بیاره اه به اهدافش برسه کارایی بکنه که باور داره درسته خب توی سه چهارم اول قرن بیستم خیلی مثل این رایج بوده و دلیلش هم میگه جالب اشاره میکنه چون خیلی دم دست بوده این مدل فکر کرده چهارم اول قرن بیستم آره، یعنی آخراش مثلا عوض آره، مثلا از 25 سال آخر شروع به. کرده ایده شدن میگه که دلیلش هم اینجوری اشاره میکنه میگه به این اعتقاد پیدا کردن که چون به این قضیه اعتقاد پیدا کردن چون گزینه های دیگه خیلی دور از دسترس بود خب یعنی توجیه کردنش سخت بود اینکه حالا معنا توی یه مفهوم حالا معنوی مثلا خدا یا روح باشه یا حتی اگه فیزیکی باشه وقتی دم دستت نباشه وقتی با توجه به زندگی هر فرد تعریف نشه یه ذره سخت بود توجیه کردن در صورتی که از اون خیلی راحتی که توجیه کنی بگی برای تو زندگی معنا داره که تو یه سری اهداف داری یه سری خواستا داری یه سری تمایلات داری تا زمانی که داری به اینا میرسی زندگیت معنا داره تو خیلی توجیه راحتی بود برای همین حالا این مدل دیدگاه خیلی رایج بود و تا زمانی که آره تو اصلا خمیازه ایشی کشید کل شهر فهمیدن نه نصفه رفت نصفه که سه تا نفس کشید تو خب اینا رو چجوری بازدم میدی خب بخشید خلاصه این خیلی دور بودم از میکنم اینجوری این در واقع چیزها ذهنیت گراها اینجوری که شما هر چیزی که بخوای دنبالش بری بهش برسی زندگیت معنا داره تعریف ساده و دم دستی و راحتیه بعد یه تعریف قشنگیه راحت و آره، همینه دیگه چون برای همه تو اینو میتونی راحت توضیح بدی تا تو حالا بیای بگی که نه یه عالم معنایی وجود داره که اونجا مثلا روح تو با یه مفهوم معنویتی که خوب مطلقه مثلا یکی میشه اینکه خیلی سخته باورش آره. یا بیای بگی اصلا عالم معنا وجود نداره همین عالم فیزیکیه ولی یه سری خوبی و کیفیت جهان شمول وجود داره که به زندگی تو معناینه باز گنگه ولی تو بگو آقا فرد تو مثلا دوست داری پولدار بشی اگه پولدار بشی زندگیت معنا داره دوست داری ورزشکار بشی اگه ورزشکار شدی زندگیت خیلی راحت دم دستره خیلی راحت توضیح داده میشه آره هر کسی برای خودش میتونه تعیینش بکنه شاید حالا نمیگم آره. خیلی آسونه ولی خب میتونی بهش فکر بکنی حداقل همینه بعد این ذهنیت دو تا دیدگاه وجود داره میگه که وجود وجود داره به خاطر اینکه خیلی منطقیه که فکر کنیم معنای زندگی هر فرد منحصر به فرده و میگه زندگی فرد تا زمانی که خود واقعیشه و در خدمت طبیعت ذاتیشه معنا داره این خیلی مهمه میگه خود ذاتیشه و در خدمت طبیعت ذاتیشه اینجا سوال راحت پیش میاد دیگه اصلا خود ذاتی فرد چیه تمایلات ذاتی و واقعی فرد چیه بله خب اینجا جاییه که در واقع این استدلال دوچاره مشکل میشه و حالا ولی اگه فرض کنیم که تا زمانی که طرف خود واقعیش و در خدمت طبیعت ذاتیشه خیلی راحت ما میتونیم بپذیریم که تا زمانی که در راستای ارزا کردن این طبیعت ذاتیش پیش میره داره به هدفش میرسه و در واقع زنگی معناداری داره به کسی هم رب نداره اون هدف چیه آره و در واقع اصلا همون هدف قرار دادن یه سری خواسته های ذاتی رو معنا ترجمه میکنه و اینا رو که داشتم میخوندم و مینوشتم یاد این افتم که اصلا من اپیزود رو با این شروع کردم که بابا زندگی هدف محور از معنا توهی میشه یه جایی در واقع با توجه به تجربه شخصی خودم که حس کردم که هی تو حالا یه سری اهداف رو تعیین کنی بعد بری به اونو برسی این انگار تو افتادی توی یه مسابقه که هیچ انتهایی نداره دیگه تو به این رسیدی هدف بعدی هدف بعدی این وسط انگار تو از خودشناسی دور میشی خودت رو با اهدافت داری تعریف میکنی خودت رو با رسیدن به اون اهداف داری ارزش گذاری میکنی این برداشت من بود این تجربه شخصی من بود من حس کردم که این مدل زندگی از معنا توهی میشه این بی‌معنیه که تو این هدف و اون هدف ولی دقیقا این دیدگاه این ذهنیت که این مدلیه میگه تا زمانی که تو دنبال ارزش‌های ذاتی خودتی و به اون اهداف داری میرسی زندگیت معنا داره او. این یه حالتشه میگه هر چیزی که از درونت بیاد تو رفتی دنبالش بهش برسی من یه حالت دیگه هم داره میگه که معنا وقتی به دست میاد که به طور کامل جذب مفهوم بشی تمام هوش و حواست رو در اختیار خودش بگیری میگه مثلا ایمان میدونه مثلا بازی داره میکنه اون لحظه که به هیچ چیز دیگه احتمالا نمیتونه فکر کنه تمام هوش و حواسش در اختیار اون قضیه است یا مثلا وارد یه رابطه ای بشی که تمام انرژی و هوش و حواس تو رو بگیره اون انرژی انرژی رو بگیره اون میگه میتونه معنادار باشه خب بعد با این با این تفسیر تمام کارهایی که شما رو غرق خودشون بکنه تمام حواس انرژی رو به طلبه میشه معنا دار <applause> آخو این الان مشکله حت... بخش بفهم شما تو نه تو کم صحبت میکنی بگو میگم یعنی هر خواسته ای که باشه میدونی یعنی یکم توش امکان داره هر جور مرج به وجود بیاد یعنی مثلا یکی دوست خواستش اینه که نمیدونه تجاوز بکنه به نفر آره مثلا <applause> بچه آزاری بکنه یا مثلا باربیکیو کنیم دیگه, دیگه میفرستیم فلوریدا باربیکیوش کنه آره توش هم لذت میبره پس داره به هدفش هم میرسه و اینا بعد طی این چیز این, این گفته نشریزم زندگیش پر معنا میشه معنا دار, دار, دار میشه کاش تو این صحبت کنی از ما دوره <تصفح> <تصفح> من اصلا <سابتشه> نمیشیدم <تصفح> آره در... حالا نشریزم سابجکتیویسم یعنی اونی که میگه که زندگی خودش تحرق آره تحرق حد آره میگه معنای زندگی هر فرد مستقل به خودش قائمه به خوده در واقع اون ابجکتیویسم میگه که نه اون یه معنی جهان شمولی هم وجود داره ولی اون دیدگاه اول میگه که نه دیگه مثلا ایمان هرچی میخواد بره دنبالش بهش برسه زندگیش معنا داره فرهاد جور حالا میدیم من مشکلم چیه الان دنیا یه جوری داره تراحی میشه تمام حالا اپلیکیشن هایی که استفاده میکنیم تمام میگم دنیا داره این توی تراحی میشه که تو نتونی تمام وجودتو بذاری پایی یه چیز یعنی مثلا تو نمیتونی با تمام وجود مثلا به قول بازی بکنی یا مثلا برید چون من بری ورزش بکنی میبینی ذهنت در آلو. آن واحد داره 50 تا جای دیگر هم فکر میکنه آلوده چند، چندین چیز مختلف شدی و این خیلی سخته به اون برسی من خیلی قشنگ ذهنیتش وقتی که مثلا میبینی که آره من دارم فلان کار انجام میدم با تمام وجودم میشینم و به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنم و تمام فکر ذکرمو میذارم برای اون ولی واقعا اینطوری که خب مشغله های زندگی هست و مثلا چه می‌دونم با هر کسی هم که دوست بشی هر چقدر هم رابطتون عمیق باشه به هر حال باید به اون زندگی هم فکر بکنی دیگه که چقدر حالا چجوری میخواد کجا بیاری مثلا خورد و خوراک تا کجا میخواد باشه چجوری اون هرم مازلو رو بتونی آره آره اونو چیز بهش میگن دیپ ورک بهش میگن که تو خیلی کامل تمام حواست در واقع معطوف به اون کاریه که داری انجام میدی که برای ما ها خیلی کم اتفاق میفته سخت اتفاق میفته خیلی داره... عجیب دا... میتونم بکنم داره پروشکی میاد کنار تو ه... سوالتو رو آره, آره. دیپ ورک همون چیز ها گفتی دیپ ورک آره بهش میگم دقیقاً همون چیزی که ما میگه این بالاخره اپلیکیشن ها اینا انقدر حواس ما رو پرت کردن که اصلا اون غرق شدن عمیق توی اون کاره برای ما اتفاق نمیفته خب <تص> یکی اون یکی این که این داره میگه که تو دنبال خواسته های درونی خودت باشی و خود واقعیت باشی که حالا سال قبلش هم یه دور گفتم خود, در خود واقعی ما کیه خواسته های ذاتی من چیه ما اینکه حالا بچگی توی خانواده بزرگ میشیم خیلی از خواسته ها تمایلات ما برگرفته از اون خانواده است بعد میری مدرسه بالاخره یه محیطی اونجا آموزش میبینی پرورشی آره مال پرورشی میاد میگه مثلا موز بخورید فلان تو دوباره یه سری از تمایلاتت اونجوری میشه بعد الانم که دیگه شبکه های اجتماعی دیگه دیگه ذهن رو همه no, رو الان تو از هر کی بپرسید چی میخوای از زندگیت میگه آه. که پول زیاد مثلا خونه شیک ماشین فلان لباس های فلان خب یه <applause> <applause> دافه اسمی کسی نمیخواد آره ف اسمی رو <تصفح> <یا> نگو <تصفح> دا دا بره. دا بره. دا دافه اسمی چی همه دومال دافه یه دافه اسمی هستن یا پاف اسمی هر چیزی که آره. بهش علاقه همی داری همینه دیگه با هر کی که صحبت کن چون اینستاگرام هم میری میبینی دیگه انقدر عکس خوشگل میذارن تو فکر میکنی همه آه. دارن تو مدل خونه ها زندگی میکنن همه اون مدل لباس دورو برشون سه تا دوستر همه تاز... آره دو تا این وقتی آره الان از هرکی بپرسی همین چیزها رو میخواد دیگه در صورتی که خب آیا تو میتونی بگی این خواسته واقعی اون فرده یعنی این ذاتا اینا رو میخواد سخته به نظر من و اینم خوبیه که همش داره عوض میشه دیگه یعنی خواسته های من با شما پریروز روزم متفاوته یعنی خیلی سخته که من یه هدف رو انتخاب بکنم و برم حالا شاید مشکل منم ها یعنی شاید مشکل از منه ولی خب همیشه اینطوری که برام من اینطوری که توی داره ایوالو میکنه همطوری داره عوض میشه بهتر میشه بدتر میشه برمیگردی سر نقطه اولت یعنی من هنوز شاید هنوز نتونستم یک هدف واحد رو پیدا بکنم که تمام زندگی رو بهش به با این تعریف این اشکالی نداره که تو هواست هدفت, هدفت, عوض بشه با این تعریف که این میگه میگه تا زمانی که تو واقعا اونو بخوای اون عوض شدن اشکالی نداره ولی حرف من که از کجا میدونی تو اونو واقعا میخوای چون میگم دیگه اکثر چیزی که ما میخوایم بود از بیرون دارن به ما نشون میدن دیگه یعنی کجا من واقعا میخوای اونو کجا من واقعا میخوام حتی دیگه مریضن دیگه مریضای جسمی جنسی اینجوری هستن خب همین من میگم که این خیلی سخته درسته اصلا تعریفش مخصوصا تو جامعه الان با تمام همین شبکه‌های مجازی و اینا دیگه واقعا سخت تو بخوای بگی که من چی رو واقعا میخوام صد این اون این مورد دوم بود مورد اولیه که میگه که منحصر به فرق. این راجع غرق شدن اینا رو توضیح دادیم که آره. اولا خیلی سخت ما قرق بشیم و فلان اینا و دومیش این که اون چیزی که شما میخواید چقدر واقعا خودت خواستی هم. و اصلا گیریم خودت هم خواسته باشه و یکی مثل هیتلر خب این واقعا خودش میخواست اون کارا رو بکنه و رفتم بهش رسید دیگه با بهترین حتی. کیفیت بهش رسید نصف دنیا رو داشت تا زمانی آیا واقعا تو میتونی بگی اون زندگی اون آدم معنا بوده چون داشته به آدمای دیگه آسیب می‌رسونده نمونه خوش احمدی نژاد داشتیم این داشت هر کاری دلش میخواست می‌کرد دیگه آیا تو میتونی بگی اون آدم زندگی معناداری داشته وقتی این همه زندگی دیگر رو خراب کرده این چیز این تعریف از معنای طبیعت گراها یعنی سابجکتیویزه به نظر من مشکله <applause> خیلی هم راحت ما مشکلاتش رو میتونیم بهش اشاره کنیم همونجا که من میگفت فرهاد گفت ایمان گفت خیلی دم دسته که بخوای ازش نقد... ایراد بگیدیم. آره نقد کردنش خیلی دم دسته حالا یه چیزی که من یادم اومد اینه که این آیدیایی که حالا تو دانشگاه تو مدرسه یه جورایی به تو فروخته میشه که مثلا وقتی بحث اینه که آقا چه رشته ای انتخاب کنی تو چه فیلد کاری بری اینا این ایده به تو در واقع نشون داده میشه که تو اگر بری مثلا تو اون کاری که دوست داری مثلا علاقت و اون در واقع اون معنا رو از لحاظ کاری میگن اگه بری تو اون کاری که دوست داری جزو زندگیت میشه معنادار میشه و کلا الان که کارون داشتی میگفت این یادم اومد که منم خودم مثلا رفتم تو جلساتی که میگه با مشاور بوده هر چی مثلا میگفت که اون حالا یه حالتی میگفت اون معناه اینه که آقا تو موفق بشی تو اون کاری که دوست داری و اصلا وقتی به اون پوینت برسی دیگه اصلا اون کاری که برات سخت نیست و زندگی خیلی خوب میشه و این بیشتر حالا که کارو این گفت حالت این برای من پیدا کرد که تو اون مقطع این ایده رو انگار دارن به تو میفروشن اینطوری مثلا فکر کن یا آقا دقیقاً برو دنبال همین. این اون چیزی که دوست داری بعد حالا تو همون تو اون پرانتز خیلی سخته تو اون که مثلا فکر کن آقا من چی دوست دارم در صورتی که اصلا شاید هم اگه بری اون چیزی که هم علاقه داشته باشی و اه... اه... کارت بشه شاید اون رضایت به اون معنا نرسی ببین من اینو که اینجا خیلی من میشنوم دیگه که میگن برید دنبال کاری که دوست دارید اون علاقه رو پیدا کنید هی هم مثال میزنن فلانی سن 50 سالگی شروع کرد برنامه نویس شد فلانی سن شدم چهل سالگی شروع KFC. نقاش شد. KFC میگن خیلی آره ممید. هی همش از این مدل مثالا میزنن من حس میکنم این بیشتر برای اینه که شما رو ترغیب کنه که همش دنبال یه چیزی باشید خب حتی اگه تو اون لحظه هر سنی که داری به چیزایی که میخواستی نرسیدی همش هم مادیه دیگه چیز دیگه که تعریف نمیشه حتی اگه تا اون لحظه به اون چیزایی که میخواستی نرسیدی این امید رو توی تو زنده نگه میدارن که بری مثلا دو تا درس تو فلان دانشگاه بگیری دو تا مهارت دیگه یاد بگیری چهار تا کار دیگه بکنی که بالاخره اون چیزی که دوست داری رو پیدا کنی و توش موفق بشی هی این امیده رو تو تو توی تو زنده نگه میدارن من حس میکنم باورم اینه که این مزایای مالی داره برای همچین ارگانیزیشن ساختارایی آره که هی تو رو ترغیب کنه که هی بریم دنبال یه چیزی باشه جهت میدن hey دیگه مصرف کنه. داره. داره. شاید این وسط چهار نفره موفق <مید> میشن که یه سی موفق میشه که کلی هم پول ازش در میاره ولی خب اگه تقسیم کنی به تعداد کسی که موفق نشدن عدد اینقدر بزرگه که اون سروایورشیپ بایس دیگه که ما همش مثال موفقه رو میبینیم <مید> <مید> اون انت آدمی که از کالج اومدن بیرون بدبخت شدن تو 50 سالگی کارش نواس کردن بدبخت شدن که نمیبینیم مم. ما دو تا مثال موفق رو میبینیم من میگم اینا هم که فرزاد میگه از بیرون به ما خورونده میشه و مشکل اینه که ما یه چیزی رو که زیاد میشنویم باورش میکنیم فکر میکنیم درسته امه. و شروع نمیکنیم اینو سوال کردن ازش اون من داشتم همین مادرن فامیلی با برادینا زیاد صحبتشو میکنیم سریال رو که میدیدم با یکی از دوستان میدیدم بعد نشون میداد مثلا دو نفر دو تا خانم بچه کوچیکه رو بردن خرید واسه اینکه مثلا بهش حال بدن و اینا خب من چیزی که حس کردم اینه که خب این بالاخره فیلم و سریال تاثیر داره دیگه وقتی نشون میدن یه دختر کوچولو روز خوبش روزیه که بره این خرید اینو برای پسره نشون نمیده پسره رفت ورزش کرد ام. وقتی اینو نشون میده که دختر کوچولو باید بره خرید کنه بعد لباس مثلا عروس بپوشه نه فلان این توی ذهن اون آدم قطعا تاثیر میذاره و بزرگم که میشه حس میکنه آقا رسالت زندگیش چیزی تو این مایه هاست مدیا خیلی موثره خیلی تاثیر داره و برای همین میگم که این که میگه که شما دنبال خواسته های ذاتیتون باشید اون ذات ها اصلا کجا تعریف میشه ما کیم آیا این خواسته ها واقعا از درون من داره میاد بیرون یا من فیلم دیدم اینجوری شدم یوتیوب دیدم اینجوری شدم این خواسته که من دارم داره از این ور داره به من میرسه واقعا اصلا شاید وقت نشده بریم بگردیم که اون خواسته واقعی من چی؟ اون چیزی که من رو واقعا ارضا میکنه درونی چیه از هیچ وقت هم نرسیم دیگه یعنی اگه یه فلش بک بزنیم به اپیزود قبلی تو اون بحثی که راجع به دارک و حالا وستورد و اینا شد شاید اصلا واقعا ندونیم این سیگناله کجا داره میاد این فکرهایی که داریم میکنیم درسته نیست چرا چی؟ درست شنیده وای میسه صبح به صبح یا اصلا شما خودتون رو با یه صفت معلوم آخه تو فامیل ما یه هستن که اعتقاد دارن کلماتو باید درستشو نگه الان داستان لحجه جداست ولی کلم مثلا شمال گفته میشه شمال آخه شمال چیز داشت یه معنی دیگه هم داشت معنی شما یه روزنامه داشت شمال بود چی بود نه ولی همون شماله میخوان از هم برعکس بگن آره چند تا کامنت میکنی برای اون دو تا از برای تا جالبی میتونم آره. کلا بعضی میگن که اصلا شما که تو عبد همین که دنبال اون معنای بگردی خودش معنا داره خب تو هیچ وقت ممکنه به اینجا نرسی اون میتونی ببینی که یارو اسکول مثلا تا تهش همین رفت گیت حالا اسکول که شد نه. خیلی مرد نفسیه نوشه... میدونی مثلا اینطوری دیست میشه این آیدیا که تا همینطور همینطور گیج بود نفهمید چی شد آخه ربط کلان که میدونم تاثیر داره روی ذهنیت آدم ولی ربطی هم نداره به برقی آدم ها بذار هرچی که میخوام فکر کنم هر چی میشه بزار بشه بخشو. آره ولی بعضی هم سردار خوشه همینجور مدام دنبال اون معناه هی هی <معنی> میره هی کنکاش میکنی, میکنی. آره. ما که من شخصا نرسیدم به اون لبر ولی حتی نکنم آره. هیچ کدوم اون رسیده باشه هادی راجب اپیزود دوم معنای زندگی گفته این اپیزود سبکتر از اپیزود قبلی بود جالبه ولی کاش بچه های دیگه هم یکم بحث کنم با کارون چون واقعا بعضی جاها به نظرم میشه حرف کارون رو دیس کرد و این باعث میشه بحث عمیقتر بشه و به نتیجه عمیقتر رسید مرسی از همتون عشقید مرسی آره دادی. این واقعا حرف ما واقعا باید دیسش دیستر بیاد, بیاد. میدونی من ولی بحث کردن خیلی مهمه آخه نمیدونی من یه چیزی که خودم بهش باور داشته باشم و میگم یعنی مثلا توی اپیزود قبلی هم گفتم گفتم مثلا یه همچین ایرادی میشه به این گرفت ولی وقتی که با ذهنیت با چیزی که داری معرفی میکنی بهش باور دارم یا میتونم قبولش بکنم دیگر اگه بخوام دیستش بکنم غیر در واقع مصنوعی میشه و دوستم ندارم همچین کاری بکنم دیگه منظورش این بود که زوایای مختلفشه خب هر آدمی میتونه نقطه نظر خودش رو بگه دیگه لزوما هم لازمش تایید حرف اون یکی باشه برای من شخصا که خب خیلی نو بود این بحث برام چون خود کارون داشت دوور قضیه رو حالا آورده بود کنار همو برام میگفت خب من خودم داشتم یاد میگرفتم و هر دوور رو باش حال میکردم یعنی خودم... حالا هر دوبارم باشه کنی میگذاره <تص> خود من آن به آیدیایی نداشتم ولی اونا رو که میشیدم میدیدم فل بداهه آره فل چیزی از خودم نداشتم ولی یعنی میگم منم حالا حرفی نمیزدم چون هم داشتم استفاده میکردم همین که حرفای پوری بود دیگه اون بزرگا اینا رو زدن دیگه ما. من کیم من واقعا من کیم میگه آره. دوباره یه سری صحبت راجع به اپیزود اورثینکینگ نه man 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 man. Man. Man نه اسم اسمش میخوام درست کنم رضایت جنسی شده بود حالا یه سری اسم اینا آمده بود که من اون توییتر نمیخونم ولی یکی گفته بود که واقعا به نظرم یکی از بهترین و مفیدترین اپیزودهای خودکست بود قسمت جالبش هم اینه که هم برای متجاوز مفیده هم برای, که هم برای کسی که مورد تجاوز قرار گرفته و هم کسایی که ممکنه در آینده تو شرطش قرار بگیرن من دوباره دیدمش و واقعا به همه توصیه می‌کنم که ببینن شما آره یه اپیزودی بود که خیلی هی بعد از اینکه چند هفتم گذشت دوباره به قولی رو اومد ریسرفس شد و آخه الان خیلی بحثش داغه دیگه الان توی توییتر هنوز خدا رو شکر بحثش داغه دارن در صحبت میکنن و من امیدوارم که این ادامه پیدا بکنه و تمام نشه چون که صحبت های مهمیه آره جالب بگیم بگو بگو چی داریم آه. نه تو, نداری الان دیگه بازم ندیگه یه بابا. بابایی رو گرفته بودن آها، اه اینو بگم توی حالا از الان دوران هالووین دیگه توی تو این... ببین توی فرنگ خارجی هم تو ایران هم شاید اتفاق بیفته این کسایی که حالا مزرعه دارن و اینا معمولا میان یه مسابقاتی میذارن کی مثلا بزرگترین خیار رو تولید بکنه کی بزرگترین هندونه رو تولید بکنه زمان هالووین روی چیز این کدو تنبلاست یه بابایی توی مینیسوتا یه دونه کرو تنبل تولید کرده 2350 پوند یعنی یه تونو خورده تونو خورده هزار خورده, خورده بعد نمیدونم این چجوری گوشته تو فو... یه طور زیرش <تصفح> نمیدونم این چه فرقونی گوشتن زیرش کامیون بابا ولی آره این از خود طرف به مراتب بزرگتره فکر کنم مثلا 4 5 نفر تو این کرو تنبل راحت جا میشن خیالی اگه بخوام چه بوتی میاد بیرو یعنی اون چیزی که به زمین وصله دیگه از این تنه درخت دیگه مادر کدو هاست ببین این آره خلاصه حالا نمیدونم آره آلبوم آره حالا یوتیوب برامون نداره برای چی بام از نه 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 تا فوش مادرم اوکی فقط اون مریضیه که الان برامون میداره ام بعد حالا نمیدونم دیده بودین کلا از این مسابقات اینطوری دیدین که مثلا همینجا شرکت نه که شرکت رفت <تص> <فق> <وب> <تص> خیار فادم جو مثلا ما چیکن خیار دنیا <applause> نمیدونم یه دو مسابقه بود دیده بودین یا نه خرگوش تولید میکنن خیلی بزرگ و یارو تولید کرده بود فکر کنم سایزی بزرگه بیه س... 300 خورده کیلو بود خرگوش ببین خرگوش های انسان اندازه انسانه یه نژاد از خرگوش تولید میکنه فکر کنم الان دیگه نتون کار کنن الان نمیدونم چی بود و اینا ولی از این مسابقات زیاده هم دیده بودین یا نه شما خاطر رو خاطر واسه فصلیه خرگوش یا این نه اینی که چیزای بزرگ <applause> تولید میکنن نه <applause> نه نه, نه. ما هر هر فصلی مثلا هندونه که الان نمیتونن تولید بکنن اون موقع است ولی این خوب برای هالووین هم. و ایناست الان خب کرو الان فصلشه دیگه الان داره تولید میشه و اینا اینم بگم در مورد کرو تنبل هفته دیگه ما هالووینه حالا که بس کرد آره از هالووین و اینا ها شد جوابی ندی به اون ایده ای که من مطرح کردم آره همه موافقت کردم یه بله، پیدا کارون یه نامپد میشه ما قراره که ما قراره که به صورت بالماسکه حضور پیدا کنیم آلوین تور به خاطر کلاگیس فرهاد به خاطر که خیلی خوب درخشید برای همین میخوایم این کار رو ادامه بدیم و حالا شاید بتونم بذارم این عکس و ایناش اگه که ببینین عکس این کدو تنبلایی گذاشتم ها رو با آره بعضی رو با جر سقیل بلند کردن به خاطر اینکه بتونه چیز بکنه یه همه چیزهای عجیب غریب هستن و وست ویرجینیا براتون بگم یه رفیقمون دوست دختره دوست پسرشو کشته که بتونه با بابای پسر ازدواج کنه گرفتنش نه شو بود آره دیگه با هم یعنی این کارو کردن ای. زدن زمین یعنی رستم و سهراب آره ببین <تصفح> اصلا این خاطر اصلا اون قسمت از آمریکایی که میری قسمت سرد سیرشو که میری خیلی اتفاقاته وست ویرجینیا فارگو بودن <تصفح> آره همون اطراف مینیسوتا و قسمت سرد سیره وسط رو به آره. چیز رو به بعد یه دونه دیگه هم داشتم خیلی وارود الان پیداش نمی کنم یه کشیشی بود که گرفته بودنشون ایشون فیلمشون در اومده بود با دو تا بر بر با دو تا بانویی که شیطان پرست بودن داشتن سه نفره آره کار سه نفره میکردن نمیتونم چی میکرد <تصفح> و مثل اینکه گرفتنش و الان مثل اینکه داره میره زندان به خاطر این کاری که کرده چرا آخه نفس کار مشکل داشت به خاطر کشیشه دیگه میدونی این میان دین و به جور قشنگ گفت ادای تنگا رو در آره خلاصه این فیلمش در اومده بود و اینا او... بعد اون حالا عکس و فیلم های فیلمش که نیست ولی عکس این خانوم ها رو خیلی عجیب تطوری بعد از رو مثلا از این بوزا و بعد در دفاعی چی گفته؟ دفاعی نداشتن دیگه آقا فیلمشون در مده دو وقتی فیلم در بیاد دیگه دفاعی نمیتونی داشته باشی من که به عنوان یه مثلا کشیش نمیتونی اینجور فعالیت داشته باشی ببین زشته دیگه مثلا بری شیطان پر حالا میتونی فعالیت من دادگاه رو نه نه دادگاه رو اونا, داد اونا که نمیتونن رابطه جنسی داشته باشن کشیشا میتونن مطمئنی فکر حالا به جامعه کشیشا ور نخوره و نمیدونم اگه کسی میدونه بگه بعد یه دونه دیگه هم یه اتفاق دیگه هم افتاده که خیلی جالبه دیگه 20 20 دیگه واقعا به اوج خودش میرسه یه دونه پرنده پیدا کردن سانگ برد که نصف مرد نصف زن دیدم این آره. این رر نوشته نمیدونم چه جوری داستانش ولی مثل اینکه خی... توی چیزم نبوده یعنی توی آزمایشگاه هم نبوده در, در وحش پیداش کردن یعنی از این اون برای خودش چیز میکنه با خودش خودش. حالا کاش اینطوری دیگه در مورد این چیزا صحبت نکنیم که اعضای جنسی مرد طرف هم مثل این که داشته آره اینم از جالبای هفته جنسی هونی هفته همه رو براتون رفتم چی هفته جالب یه هفته اگه خواستین استرالیا. استرالیا استرالیا هاپیمای استرالیا, استرالیا. آره، اومدیم بیرون آزده. به جنس اگر که دوست داشتین همین به بعد بگین خودم براتون جالبه هفته ها رو میرم همش از این, این جالب ها داره جالب ها رو من برم آره. 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 کانادا چی ماستیه یعنی واقعا خیلی گشتم می که مثلا البته نمیدونم دیدین یا نه یه چند روز پیش یه شوتینگ نه شوتینگ نشد یه مرد رو پیدا کرده بودن غرق در خون توی یکی از اشتو بلاد سوکینگ بلانکت توی کجا تو آره آره توی یه دونه چادر بوده و اینا پیداش کردن شوتینگ و اینا زیاد میشه توی تورنتو خیلی زیاد میشه یه آقایی رو اینجا زدن همین هر دو سال پیش کلا آدم وقتی جالب میخواد پیدا کنه سخته بعد خیلی آسون بود برام رفت تو قسمت رفتم تو قسمت ببینیم مثلا چی جالبه تو میدونی تو بری از اون یه دونه شده کنی بیاری تو اپیزود بگی هر یه وبسایت دیگه من برات میفرستم وبسایتو تمام اتفاقات جالب دنیا رو برات میذاره جالب, دات جالب دات com تو خیلی ای مشکل ای داری با درایوز لایسنس هاره همینطوری تبلیغ اینشورنس و اینا میاد این رو چرا اینطوری این, این گوشی دا... تو یه مدتی دارم خوب اینشورنس همش, همش داره, داره بی سی اینشورنس هم درایوز لایسنس همش برای من ده... رای بدم به این این چیزا. داره تمام میشه دیگه آره 6 است چرا پرت کنی عزیزانم مرسی که تا اینجا با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم ما توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ